ناصر طهماسب صدای ماندگار دوبله ایران درگذشت. سلام خدمت همراهان همیشگی کانال تاپ 5. همراه ما باشید و برای حمایت کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بکوبید. ناصر طهماسب متولد سال 1318 در تهران. ایشون 8 خواهر و برادر داره و ایرج طهماسب مجری برنامه کلاه قرمزی برادر کوچکتر ایشونه. دوران کودکیش رو در یک خانواده پرجمعیت در خانه‌ای در خیابان عباسی سپری کردن. شروع دوبلاژ از اوایل دهه 40. ایشون در ابتدا نقش‌های کوتاه رو گویندگی می‌کردن و تحت تعالیم زنده‌یاد علی کسمایی تونستن به سرعت به نقش‌های اصلی دست پیدا کنن. اولین فیلمی که مدیریت کردن محصول فرانسه به نام خونریزی و پس از اون هفتیرکش با شرکت گرگوری پیکه. ایشون افزون بر گویندگی نقش‌های اول در فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی زیادی به عنوان مدیر دوبلاژ و سرپرست گویندگان فعالیت داشتند. طهماسب به عنوان استاد تیپ‌سازی در دوبله شناخته می‌شد. ایشون میتونست با صدای منحصر به فردش به جای شخصیت‌های مختلف با لحنی متفاوت صحبت کنه. یه نامه کوریه برای کویک ترام مگیره، نگاه کن. صدای طهماسب یادآور نقش‌آفرینی بازیگران بزرگی مانند هارولوید، هنری فوندا، آنتونی پرکینز، جک نیکلسون و دیوید جانسونه. همچنین به یاد ماندنی ترین نقشایی که اون گویندگی اونها رو به عهده داشته عبارتند از فرمانده کسترل در سریال ارتش سری و ابوالفتح با بازی علی نصیریان در سریال هزار دستان اثر علی حاتمی و یوگی در کارتون یوگی و دوستانه. طهماسب در یک فیلم سینمایی و یک مجموعه تلویزیونی به بازی پرداخته. نخستین تجربه بازیگری ایشون در فیلم راه دوم ساخته حمید رخشانی بوده. ایشون همچنین در سریال مرگ تدریجی یک رویا و فیلم سینمایی من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی به نقش آفرینی پرداختن. مرگ تدریجی یک رویا اولین مجموعه تلویزیونی فریدون جیرانی بود که از سال 1385 تا سال 1387 از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. فرقی میکنه. بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون. از زمانی که جنگ تمام میشه، هیچ کس نمیدونه علت شروعش چیه. یادم تو شهر من یه نفر از ساختمان دو طبقه سقوط کرد یه بار کار. هر کس که داوطلب همکاری باشه من به اون احتیاج دارم. وقتی ازش پرسیدم حالت چطوره، گفت حالش که بد نبوده. هیچ کس همیشه بازنده نیست. شما دیوونه نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرس میزنن دیوونه تر نیستین. همینو بس. این یک بازی نیست، بازی واقعی. ناصر طهماسب صدای ماندگار کشورمون روز جمعه 1 دی ماه بر اثر سکته مغزی در سن 84 سالگی درگذشت و پیکرش در سکوت خبری خاک سپرده شد. فرزند این صدای ماندگار دلیل این اتفاق رو احترام به خواسته پدر عنوان کرد. کیومرث طهماسب پسر این هنرمند در گفتگوی با ایسنا ضمن تایید خبر درگذشت ناصر طهماسب و خاکسپاری وی در سکوت خبری گفت: 2 هفته گذشته متاسفانه پدر دچار سکته مغزی شدند و طی این مدت در بیمارستان بستری بودند. چندین بیمارستان هم فقط به امید بهبودی ایشون عوض کردیم که متاسفانه 1 دی ماه به علت کاهش سطح هوشیاری ایشان از دنیا رفتند. ایشون همچنین اعلام کرد مراسم خاکسپاری ایشون صبح شنبه 2 دی ماه در بهشت زهرا در قطعه خانوادگی انجام شد. پسر ناصر طهماسب درباره اینکه چرا خبر درگذشت این هنرمند رسانه‌ای نشد توضیح داد: همانطور که پدرم را می‌شناسید همیشه برای خودشان حریم خصوصی قائل بودند و از حاشیه بر رسانه‌ای شدن و گفتگو به دور بودند. به همین خاطر ما به خواسته ایشان حرمت گذاشتیم و اول به خاطر خودش و بعد خودمان صبر کردیم تا مراسم خاکسپاری انجام شود. تا
تا اینکه امروز خودم خبر فوت ایشون رو اعلام کردم. دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت. صدای زنده یا تهماس برای آخرین بار در تیزرهای جشنواره سینما حقیقت شنیده شد و خبر فوت او نیز در خلال اختتامیه این جشنواره اعلام شد. توی کامنت ها واسمون بنویسین شما از کدوم نقش آفرینی ایشون بیشتر لذت بردین و توی ذهنتون نقش بسته.